سری ناری سری ای تو موزگار حسین و حسن آن شهید زمین وان شکیبا تری پسری داشت پیغمبر که 17 ماه فوت کرد به نام ابراهیم، خیلی دوستش داشت. وقتی اون رو میذاشت توی قبر انقدر گریست که دوروبری ها ترسیدن، چون همون موقع هم میگن خسوفی شد یا کسوفی، یعنی خورشید گرفتگی، و ملت ترسیدن. بعد گفتن میگه بریم بگیرینش، انقدر گریه نکنه. آن که آنقدر شجاع و دلیر بود اینجا گریه رو بس کرد. بعد اومد توی مسجد، گفت واخه چه ربطی داره گرفتن ماه و خورشید به گریه من یا فوت بچه‌م؟ اونا ترسیده بودن. بعد میگفتن که ابتر است. ابتر یعنی دنبوریده، بی دنباله، بی آینده. اما اگر سوره کوثر را خوانده باشید، در آنجا گفته که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما به تو کوثر رو دادیم. کوثر یعنی سرچشمه فزایندگی و زایندگی و رشد و بالندگی. ان شانئک، بدخواهان و ازدادانت ابترن، بی دنبالن، بی آیندن. فصل لربک وانحر، پس نماز بگذار و فدیه بده، قربانی کن. این کوثر که بود؟ گفت به تو کوثر رو دادیم. کوثر کی بود؟ فاطمه. و امروز روز یادآوری صدیقه کبراست، سرچشمه و سرچشمه صدق و طهارت، و به همین خاطر فزایندگی و شکوفایی و پیشرفت و ترقی. بعد از رحلت پیامبر بیش از 3 ماه رو طاقت نیاورد و به او پیوست در یک کارزار بسیار بغرنج، بسیار پیچیده، پر از فتنه، در دفاع از حق که در مقام علی متجلی بود، همان که در شعب ابی طالب است. در سخت‌ترین شرایط محاصره و بی‌غذایی و گرما و حمله حشرات، در عین خردسالی برای پدر هم نقش مادر رو بر عهده گرفت، و به همین خاطر، به خاطر اینکه سرپرستی پیامبر خدا رو دخترش فاطمه به عهده گرفته بود، به او لقب ام ابیها، مادر پدرش، ام ابیها دادند، که از ظرفیت بیکران در شرایط تلخ و دردناک محاصره همه جانبه خبر میداد. محاصره‌ای که دلیران و قهرمانان و پاکبازانی مثل حضرت علی گاه اون رو می شکافتند برای اینکه اندکی ارزاق
برای سد جوع، برای نمردن از گرسنگی به دست بیاورند. امروز هم انگار که حق تعالی میخواهد شمه ای از همون رو، قطره ای از دریا رو، از دریای صدق و طهارت صدیقه کبیر رو که مسجد او در اشرف برپاست به مجاهدین بنمایاند. و تازه بعد هم که روزگار اون محاصره ضد بشری تمام شد و چشماندازی باز شد، هجرتی بزرگ در پیش داشتند و بعد جنگ های پیامبر یکی پس از دیگری. وانگه حضرت فاطمه می باید در حالی که 40 روز بود که امام حسن رو به دنیا آورده بود به جبهه احد می شتافت برای جنگ و بعد هم جنگ های بعدی و بعدی. وقتی که از مقام محمود صدق صحبت می کنیم، ردیف کردن واژه ها نیست. خیلی قبل از ما، بزرگ مادر آرمانی ما صدیقه کبرا، سفید سفید و عاری از هر تناقض و آلودگی، اون رو متجلی کرده. مرتجعین زمان، نیروهای سرکوبگر دوران دست گرفتند که اجاقش کور است و پسری ندارد. در اینجا دیگر خدا خندید و گفت انا اتینا کل کوثر، سرچشمه فزونی و فزایندگی و رشد و تعالی رو به تو عطا کردیم، پس نماز بگذار، نیایش کن، منهر و قربانی کن، قیمتش رو بده. در این صورت شک نکن که بدخواه تو و دشمن تو بی دنباله و بی آینده است و پیروز خواهی شد.